سلام، چطوری دست من هوتن. امروز میخوام در مورد فیلم Army of Dead یا ارتش مردگان زک شنایدر صحبت کنم، فیلمسازی که خب معروفه به فیلم‌های اول قهرمان. اینجا یه فیلمی طرفیم که یه طرف زامبی داریم، یه بمب اتم داریم و یه داستان دوزی داریم. عملا سه تا چیزی که خودشون میتونن سه تا فیلم بشن، باعث شده که خیلی هیجانی کنه این فیلمو. بریم در موردش صحبت کنم. داستان کلی فیلم در مورد یک تیمیه که قراره یه مبلغ خیلی زیادی از یک صندوقی در یک کازینو بدزدن. حالا این کازینو در لاس وگاس و کلن اونجا تبدیل شده به شهر زامبیا. دولت هم قراره که به خاطر اینکه اونا رو نابود کنه یه بمب اتم بندازه و کلن تموم کنه، اونم تو تاریخ 4 جولای که روز آزادی و استقلال آمریکاست. همونجوری که گفتم سه تا چیز مختلف داریم و انقدر این سه تا جذابن که با بازی باتیستا در نقش اسکات خیلی ها رو کشونده به این فیلم. خود زک شنایدر با اون کارهایی که داره، همه منتظر بودیم که یه فیلم ابرقهرمان زامبی ببینیم و به نظرم در اومده کار تا جایی، ولی خب در حد همون ابرقهرمانه دیگه، نه چیزی بیشتر. یعنی قرار نیست به شما یه چیز فلسفی یا یه چیز عمیق بگه، یه داستان خیلی سطحیه، ولی میگم ادغام اینا باعث شده جذاب شه. فیلم‌های زیادی در مورد زامبی ساخته شده و حالا فیلم‌های آخر زمانی که آمریکا قراره نابود شه، یه گروهی میاد یا یه شخصی میاد و نجات میده. حالا زک شنایدر که کلا معروفه به داشتن شخصیت‌های زیاد تو فیلمش، خیلی دوست داره فیلماش شلوغ باشه، اعتقادی نداره به یک نفر تمام تمرکز روی یه نفر باشه، بیشتر برعکس دوست داره به تیم تمرکز بشه. و اتفاقا ضعف کارش هم همینجاست، وقتی یک تیم میاد جلو باید برای همه اون اعضای تیم داستان داشته باشیم و یک بک‌گراندی از هر کدوم داشته باشیم، ولی عمدتاً تو کارش اینجوری نیست. یعنی تو این فیلم هم مثلا دختر اسکات که آخر فیلم هم با اون تموم میشه واقعا چیز خاصی ازش نمیدونیم. یا مثلا بقیه اعضای تیم که یه یوتیوبر زامبی کش داریم، اینکه بعداً یوتیوب چطور مانیتایز میکنه ویدیویمون هم یه بحثه. از این شخصیتی که نشون میده قبلا چیکار کردن و چجوری آدم کشتن حالا میپیوندن به این گروه، خیلی بک‌گراندی ازشون نداریم جز یه چیز خیلی کوچیک و فقط سر یه مسئله مالی، سر یه مسئله پول، اون 200 میلیون دلاری که حالا قراره تخصش کنن بین هم صورت نابرابر. و وقتی اینا میمیرن ما هیچ حسی بهشون نداریم. یعنی مردن هر کدوم از این شخصیت ها تو فیلم کاملا اینجوریه، یعنی خب اینم مرد و این خیلی بده. یه اتفاق دیگه که خیلی دوست دارم تو فیلم مربوط به خود زامبیا است. زامبیا تو همه فیلم‌ها خیلی مسخره‌اند دیگه، یعنی خیلی احمقن، اینجوری فقط میان اینجوری ولی یک بودی جدید داده به زامبی، اینکه یک گروهی هستن حالا به نام آلفا، خیلی هوشمندن و اصلا برای خودشون یک سلطنتی دارن. این برای من خیلی جالب بود. خود زامبیا و داستانشون احمقانه نیست، یعنی یه هویتی دارن این زامبیا، یعنی زامبیا برای خودشون ول نیستن یه جایی، با اینکه خود داستانم زامبیا رو محدود میکنه به یه منطقه، نمیگه کل دنیا، که همینش هم البته میتونه نقطه ضعف باشه. اینکه چطور میشه یه سری زامبی رو کانتینر بذاریم دور شهر و اونا رو جمع کنیم، حالا اینا رو میشه بی خیال شد چون به هر حال یه داستانه. آدمی معمولی به غیر از اینا ما نمیبینیم، یه سری آدم هستن، اولش نشون میده تیکه پاره شدن، ارتش اومده، بمب میندازن، همه کار میکنن و موفق نمیشن. حالا اینا تبدیل به زامبی شدن و هیچی از اون جامعه دیده نمیشه. خرابه‌ای به نام لاس وگاس میبینیم، جایی که خب یه پارادوکس ایجاد میکنه چون لاکچریه. شروع فیلم به نظرم خیلی قشنگه، عملا یه تریلر به ما نشون میده، یه تیزری از کل فیلم. وقتی بازیگر مورد علاقه‌ام آی سانادا، که اصلا یکی از دلایلی که این فیلم من دیدم به خاطر همین نقش کم همین آدم بود، به نظرم خیلی بازیگر تواناییه، تعریف میکنه این پروژه رو برای این اعضا. اگه این کارو کنید پروژهتون اینجوریه، وارد اینجا میشید، اینجوری میرید تو کازینو، بعد با اون هلیکوپتر برمیگردید. و تمام فیلمو ما میبینیم وقتی اینو نشون میده، یعنی خب پس ما قراره چیزای دیگه ببینیم دیگه، و من باعث شد میخوبشم. یعنی خب همه چی رو که گفت، یعنی یه فرار از کلیشه است. اون چیزی که همه ما فکر میکنیم اول فیلم که چه اتفاقی میخواد بیفته، همونو از بین میبره تو ذهن ما. در مورد دیالوگای فیلم خیلی جاهاش اذیت کننده است. یعنی من فقط در مورد خود همون اسکات که باتیستا بازی میکنه میفهمم، زنشو کشته، الان یه داستانی داره با دخترش،
اونطور خیلی کمه، یعنی اصلا حس پدر دختری من نمیبینم. قهرمان داستان ما با اینکه همشون دزدن قهرمان ها، ولی به کسی خط پیدا میکنه که هیچ چیزی ازش ما ندیدیم، هیچ بکراندی، هیچ چیز عمیقی در این شخصیت نیست که تبدیل میشه به کسی که نجات پیدا میکنه از این بحران. نقطه قوت فیلم توی صحنه های اکشنش قطعا وقتی اینو دست بسلحه میشن، صحنه ای که اینو به خواب مصنوعی رفتن و اینو نبست صدا کنن، و اون صحنه ای که تو تاریکی اینو دست بسلحه میشن و رگبار میبندن، یه صحنه اکشن خیلی خفنه که مربوط به همه فیلم های زامبیه. اما ولی فرقش اینجا اینه که اینا یه مسیری دارن و اون مسیر مشخصه و ما میدونیم بغیر از اون داستان عجیب اون دختر اسکات چرا باید بره یه نفر رو نجات بده، و یهو به خاطر یه آدم که ما نمیفهمیم فقط دلسوز بچه های اون زنه، حاضر خودش رو به خطر بندازه با این تیم بیاد با پدرش که مشکل داره ولی اوکی میشه. اینا چیزه که کم از اون اکشنه کم میکنه، چون کم حس میاره تو فیلم یک رابطه پدر و دختری، اینا نمیخوره به اون اکشن و نمیخوره به اون زامبی. حالا بعد از این بمب اتمی که میندازن رو سر لاس وگاس و میترکوننش، اینکه چطور یه نفر زنده میمونه از دل اون انفجار، این خودش یه سواله. فاصله بین این که این شخص به حالت زامبی تبدیل میشه انقدر زیاده، یعنی طرف میاد توی یه روستایی سوار ماشین میشه میره که حالا اون هواپیما رو کرایه کنه، هنوز اتفاقی درش نیفتاده، ولی بقیه زرتی زامبی میشن وقتی دستشون حالا یکی گاز میگیره. واقعا دیگه اون شخصت قرار بود از یه وسط بیابون بره وسط شهر و اینو پخشش کنه. حالا اینکه بخواد ادامه‌ای داشته باشه فیلم نمیدونم، ولی اینو میطلبه حتی یه دویی هم داشته باشه. انقدر صحنه اکشن باحالی داشت که فکر کنم دوش هم مهیج باشه. در کل باید بگم من خودم طرفدار فیلمای آقای اشنایدر نیستم به خاطر اون شاهکار عجیبش به نام 300. من واقعا دوست ندارم کاراشو و از جمله فیلمسازی که خب صرفا فیلمای فان میسازه و صرف سرگرمیه، ولی اینکه چهار تا حرف سیاسی هم میزنه اون 4 جولایش من نمیفهمم. مثلا میخواد آمریکا رو یه کشور خشن نشون بده که رو سر مردم خودش حالا زامبی شدن بمب میندازه، یه سری حرفای چیپ سیاسی که اصلا جایی نداره تو فیلم. ولی از نظر اکشن بودن کار و هیجان به نظرم فیلم یه داستانی داره که خیلی پرملاته. تعریف کردن این داستانا برای آدم حداقل رو کاغذ واقعا قشنگه. در کل من از 10 به این فیلم 5 میدم، نمره‌ای که میشه گفت نه یعنی بده یعنی خوبه، یه چیز خیلی متوسطه که وقتتون رو خیلی خوب میگذرونه به نظرم، حال میکنه آدم. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید، حتما نظرتون رو برام بنویسید، بگید از 10 چند میدید. مرسی، خدافظ.